سلام عزیزان، داشتن تخیل و رؤیا یکی از موهبت‌هایی که خداوند به انسان بخشیده و بسیاری از دستاوردهای علمی، هنری و فرهنگی بشر با کمک همین قدرت به وجود اومدن. اما گاهی خواب و خیال اصلاً چیز خوبی نیست و امروز هم قصه و مثلی در همین مورد با هم تماشا می‌کنیم. قصه خواب خوش. روزی و روزگاری دوست مردی بدهکار به منزل اون رفت تا پیغامی رو بهش برسونه. چه عجب از این طرفا. خیلی ممنون، لطف دارین. بفرمایید میوه بخورین. ممنونم. راستش بخوای من برای رسوندن یه پیغام اومدم اینجا. پیغام؟ چه پیغامی؟ از طرف کی؟ راستش تو جایی که من خبر دارم تو از بیشتر دوستات پول قرض گرفتی و تا حالام نتونستی پولشون رو پس بدی. بله درسته، خیلی شرمندم. منو یکی از دوستای مشترکمون که خیلی وقت پولی ازش قرض گرفتی فرستاده و گفته که اسمشو بهت نگم. بنده خدا گرفتاره اما روش نمیشه خودش بهت بگه، چون میدونست بی پولی، واسه همین منو فرستاد که بهت بگم پولشو تا 3 روز دیگه آماده کنی و تحویل من بدی که بهش برسونه. ای داد بیداد، حالا چیکار کنم؟ دوباره از کی قرض بگیرم و این یکیو پس بدم؟ من 3 شنبه میام پول امانتی رو ازت بگیرم که بهش پس بدم. خداحافظ. باشه، خداحافظ. مرد بدهکار تو شهر مجاور دوستی داشت که مردی خوب و مهربون بود و بارها به داد اون رسیده بود. پس این بار هم تصمیم گرفت بره و از اون کمک بگیره. وقتی مرد به منزل دوستش رسید، اون هنوز از سر کار بر نگشته بود. ای، 100 بار نگفتم از بیرون میای اول پاتو بشور بعد بیا تو اتاق؟ بار نگفتم پاپای نشسته نیا تو؟ دیگه پاتو میشه یا نه؟ من حالیت میکنم. خب خوش اومدی دوست من. تو کجا؟ اینجا کجا؟ چی شد بعد 2 سال سری به ما زدی؟ اختیار داری بابا، من که زیاد مزاحم شما شدم. این چه حرفیه؟ خب کار کاسبی چطوره؟ از کار و کاسبی نپرس که وضع اصلا خوب نیست. بازار خیلی کساده و دست و بال کاسبا خالی. همش داریم از پس اندازمون میخوریم. ای داد بیداد. خب تو از خودت بگو، حتما کاری با من داری که اومدی اینجا. من نه راستش آره یه خواهشی ازت داشتم. خواهش داری؟ عجب، چه خواهشی؟ چطوری بهش بگم؟ روم نمیشه، این بنده خدا خودشم کاسبیش خرابه. چیز مهمی نیست، میگم حالا راستش عذاب میخوام. دارم میرم مسافره. این چه کاریه بچه؟ با وسایل مهمون چی کار داری؟ زود باش بذار سر جاش ببینم. دعواش نکنین، اشکال نداره، عیبی نداره، بچه است دیگه. بچه باید ادب داشته باشه. آهای، مرد واسه چی بچه رو دعوا میکنی؟ مگه آزار داری؟ مرد 100 بار نگفتم بذار بازی شما کنی؟ خوبه منم با این کفگیر بزنم تو سرت؟ خون سرد باشی خانم، چیزی نشده که. تو هم زیادی حرف میزنی. شیطونه میگه حساب خودش و مهمونش رو برسم. لابد 2 دقیقه دیگه نارم میخواد. زن مهربونیه، فقط گاهی عصبانی میشه. آره میدونم، خودتو ناراحت نکن. راستی الان یادم اومد باید برم یه جایی کار دارم، شب بر میگردم. فعلا خداحافظ. باشه خداحافظ. مرد بدهکار به قهوه خونه رفت و اونجا نهار خورد. موقعی کشیدن قلیون اون همش تو اون فکر بود که چطوری باید درخواستش رو به دوستش بگه، اما بالاخره عزمش رو جزم کرد تا حرفش رو بزنه. خواب به کارم رسیدی امروز؟ آره نگفتی با من چی کار داشتی؟ خب راستشو بخوای من اومدم اینجا که ازتون کمک بخوام. راستش یکی از طرف آهای مرد، یادت باشه فردا باید بهم پول بدی. میخوام برم عروسی دختر شمسو بهت لباس بخرم. بله چش فردا پولو جور میکنم و میدم. خلاصه یادت نره ها. اوه
ای بابا، حالا تو این کسادی بازار از کجا واسه این زن پول بیارم؟ خب ببخشید، داشتی میگفتی، مثل که درخواستی از من داشتی. درخواست؟ من نه نه نه، چیز مهمی نبود، درخواستی ندارم. خیلی خوب، هر طور راحتی. حتما حالا حسابی خسته ای، الان رخت خواب پهمی کنم، استراحت کنی. باشه، ممنونم دوست من، من باعث زحمت شما. ببخشیدا، بذار بازیش تموم شه بعد بخواب. باشه باشه، عیب نداره. خب اگه نصف شب کاری داشتی، من تو اتاق بغلی خوابیدم، صدام کن. باشه باشه، ممنونم. وای چقدر هوا گرمه، چقدر تشنمه. سلام، تو اینجا چی میخواد؟ هوا خیلی گرمه. هوا گرمه؟ چرا راستش رو بگی؟ تو میخواستی چیزی بگی؟ چرا خجالت میکشی؟ دست گرفتم از بدهکاری، خجالتم داره. هیچم خجالت نداره، زود بگو چه رقم میخواد. هرچی بیشتر بهتر. 1000 سکه میخوام همه بدهیامو زود بدم. فقط 1000 سکه؟ تا چیزی نیست، مطمئنی بیشتر نمیخواد؟ نه همینم، اثرم زیاده. باشه الان برات میارم. چی شد؟ برگرد! پول! پول! پول چی شد؟ پول چی شد؟ پول! پول! پول رو بده! پاشا صاحب شده! سلام! پاشا خواب دیدی؟ چه خوابی دیدی؟ تو میخواستی 1000 سکه به ام قرض بدی! زود باش بده! زود باش پول رو بده! چی؟ دیگه خواب تموم شد! بله بی خود دنبال قرض نباش، چون از پول خبری نیست! مگه دوباره به خواب ببینی؟ بله، و جوان بدهکار دست از پا درازتر، در حالی که نمیدونست جواب طلبکارش رو چی بده، به روستاش برگشت. خیال تخت تخت باشه، من پیغام بهش دادم همین امروز و فرداست که پولتو میده به من و منم برات میارم. پس معلومه خبر نداری. ها چی رو خبر ندارم؟ مگه چی شده؟ بابا جون، اون اومده بود اینجا تا برای دادن طلب من دوباره از خودم قرض بگیره. چی؟ تو چی بهش گفتی؟ راستش من روم نمیشد چیزی بگم، ولی زنم بهش گفت مگه دوباره به خواب ببینی؟ عجب. مگر دوباره به خواب ببینی؟ اگر کسی برای رسیدن به چیزی خودش رو گرفتار خیال و آرزوهای دوردست و خواسته های غیر منطقی کنه، این مثل حکایت حالش میشه. خب دوستان من، تا برنامه بعدی، بدرود.